همینا تو جیبشون، همدازش هم برای بازی ها زرم. بسیار خوب، مرسی.
حقیقتا راست گفتند که اصفهان نصف جهانه. شهر حقیقی من از اون روزی شروع میشه که در امتحانات قبول شده بودم و با نهایت خوشحالی به طرف منزل میرفتم. مادر، میخوام مژده بدم که در امتحاناتم قبول شدم. بپرس. بله، از من بپرس. تکش دارم. فرمایشی بود؟ از من میپرسی فرمایشی بود؟ مادر منه. میفهمی مادر یعنی چه؟ فکر نمی کنم. خفه شو. حیف پدرم که تو جای اون آمدی. خفه شو، احمق. من تو رو بزرگت کردم. تو جای پدرم آمدی. برادرم رو که 10 سال پیش از خونه بیرون کردی. حالا نوبت منه؟ خیلی خوب، من حرفی ندارم. ولی بدون تا من زنده ام نمیذارم دست هر کس و ناکسی روی مادرم دراز بشه. فهمیدی؟ منو تهدید میکنی؟ احمد، آروم باش. این جای پدرتون. جای پدر من؟ هرگز. کاش اونقدر شعور داشت که میفهمید وظیفه یک پدر چیه. چی گفتی؟ مادر، اون شیر پاکی که من دادی قسم میخورم که نگذارم دست این پست‌پسرت روی تو دراز بشه. بهتر نفهم، حرف دهن تو بفهم، وگرنه هر چه دیدی از چه خودت. اون برادرم بود که از این حرفا میترسید، نه من. بیشم. آقا رضا، چه کار میکنی؟ خفه شو زلیته. بسر بیشر منه میزنی؟ آقا رضا برو باب شدنی که نمیدونم حالا چهار کنم. کشتمش. احمد، هر چی نباید کشه شده، تو باید هر چی زودتر فرار کنی. چطور تنها بگذارم؟ احمد، پیج من هستی. اگر اینجا بمونی خودتو به کشتم میدی. اگر بری اقلا میدونم زنده هستی. برو تهران، شاید برادرتو پیدا کنی. چجوری برادرمو پیدا کنم؟ علامتی که رو دست تو هست برادرت هم داره. هر طوری شده اونو پیدا کن. بیا این پولو بگیر، هر چی دارم همینه. ولی احمد جون، مواظب باش در زندگی مثل من تو سری خور نشی. بیچار مادر. که وارد تهران شدم، هرچی گشتم برادرم رو پیدا نکردم و هرچی پول داشتم خرج شدم. از در آن روز گرسنه و خسته خوب بازی کردی. چیفو بده تا سهمتو بدم. خوب بازی کردم؟
چه کیفی آقا؟ چه کیفی؟ این ده سهم تو. نه آقا، من با کارهای شما شریک نیستم. به نظرم کمته. بیا اینم چند تایی دیگه. نه مرسی. ما بمیریم ناز نکن دیگه. ناز چیه؟ بلند کنید به جهنم. بریم بابا ولش کن. یا کار پیدا نمی شد یا کاری که پیدا می کردم قادر به انجامش نبودم. خواستم نتونستم فکر اون سه نفر دوز رو از سر بدر کنم. بالاخره تصمیم گرفتم اونها رو پیدا کنم تا اینکه یک روز یکی از اونها رو در خیابون دیدم. رفیق، شریک قدیمی خود رو نمیشناسی؟ شریک؟ ببخشید آقا اشتباه کردی. نه جونم اشتباه نکردم. رفقات کجا هستن؟ باهاشون کار دارم. بریم. حاجی بلند شو بابا، مهمون آوردم. به به آقا پسر درستا، چه عجب. اونا چرا اون اونجا آوردی؟ ما چه میدونیم اون کیه؟ چه میدونیم پلیس نباشه؟ بیاره کلو و خودم چند تا چیز ازش بپرسم. خب برای چی اینجا اومدی؟ اومدم اون پولی که خودتون میخواستیم به من بدین بگیرم. پول؟ از کجا معلومه که مامور آگاهی نباشی؟ من؟ آره تو؟ چرا میخندی دیگه؟ آخه منو چه به مامور آگاهی؟ میگم شاید تقیب کوره برسته بته. آره تا از کار ما سر در بیاره. راست میگه؟ نه والا راستو چه بگو احمق؟ اگه جلو بیان جلو تو پاره میکنم. جلو نیا، جلو نیا. تو بمیری من این فکرشو قبلا کرده بودم، اما بدون اگه مأمور آگاهی بودم همون روز دستگیرتون میکردم. نه مأمور آگاهیم نه تقیقور منو فرستاده، فقط چون کاری پیدا نکردم و احتیاج به پول دارم میخوام با شما کار کنم. فهمیدی؟ فکر نمیکنم پسر بدی باشه. اگه حاضر با ما کار کنه ما حاضری. راست میگه بابا، پسر بدی نیست. ولش کن. چی رو ولش کنم؟ این منو گرفته. خب حالا دیگه حاضری با هم کار کنی؟ سرچشمه از کدون طرف میرم؟ شما باید از این طرف بری بپیچید سمت چربله. راست برید میرسید سرچشمه. منظرت میخوام نفهمیدم. فرمودید از این طرف؟ از اینجا برید میدون فردوسی. بله بله. آخر فردوسی توپونم. بپرسید نشونتون میدم. خیلی متشکرم. متشکرم. چمدونه؟ 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 Oh, my God.
بچه ها ببینید چقدر طوله سدامینا ماشین برمید فرار کنید یالا سوار شید سوار شید قسمتمونو برداریم خیلی پول لازم بریم نه به این تندی چیه؟ نفهمیدم سب کن حالا میفهمیم کارمون به اینجا رسته که این به ما دستور میده تو رو خدا دعوا نکنیم دعوا کردن کار خوبی نیستش حسن آقا باست ببینیم چی میگه شاید نقشه مقشهی داشته باشه خوب فهمید یه نقشه خوبی دارم خیلی وقت بود میخواستم عملی کنم اما بی پولی نمیدم حالا که این پولا دستمون رسیده میخوام نقشم رو عملی کنم نقشه من سرم نمیشه من پولم رو میخوام واسه حرفشو بزنه بابا راست میگه نقشه من اینه اول باید هر کدوم چند دست لباس نو بخریم تا بتونیم خودمون رو جای آدمای حسابی جا بزنیم دوم یه منزل حسابی کرایه کنیم و از همه مهمتر یه اتومبیل نو و محکم که تونگی بتونیم کارامونو با اون بکنیم من که خیلی راضیم هی مفهوم خیلی خوب هردا اول وقت باید بریم لباس بخریم الو آقای میرایی رو بفرستید اینجا فرمایشی بود قربان بفرمایید بنشینید چند هفته است که روزنامه ها راجع به این چند نفر دزد به ما حمله می کنند شما چه اطلاعاتی دارید؟ قربان خود بنده چندین روز مشغول تحقیق هستم فقط تنها چیزی که فهمیدم اینا چهار نفرن همین دیگه نه کسی اونا رو میشناسه و نه مدرکی از خودشون باقی میگذارن که بتونه اونا رو تعقیب کنه ولی آقا شما باید الو بله قربان بله کاملا واردم قربان برای این که بله اطاعت میشه بسیار خوب رئیس بود میگفت چرا تا به حال اقدامی برای دستگیری این چند نفر نشده در هر صورت باید هرچه زودتر برای دستگیری اونها اقدام کنید خیلی خوب قربان من خودم شخصا پی این کار خواهم رفت بفرمایید برید سر کارتون بچه ها براتون یه قضیه اسباب بازی خریدم ببینین چطوره بس بس عجب اسباب بازیه پس تشنگاش کو تشنگاش دست منه اول یه شرطی باید باهاتون بکنم بعد بهتون بدم چه شرطی؟ شرط بر اینه که هیچ وقت نباید به طرف کسی شلیک کنیم نه پلیس و نه شخصی حالا لابد میخوایی بدونی چرا
همونطوری که میبینیم چون تا به حال دزدی کردیم و به کسی صدمه جانی نرسوندیم به گیر شهربانی نیفتادیم، اما وای به حالمون اگر یک نفر پاسبان یا شخصی رو بکشیم یا زخمی کنیم. اون وقت دیگه خلاصی نداریم و فوری از بین میریم. فقط این تپانچه ها رو برای ترسوندن اشخاص باید مصرف کنیم و بس. اگر بخوایم شلیک کنیم باید هوایی باشه، اونم وقتی من دستور بدم. خب قبول دارین یا نه؟ تازگی ها خیلی دستور میدیم. من دستور بیجا و بی خود نمیدم، کارای من رو حسابه. راست میگه بابا، چرا اینقدر سر به سرش میذاری؟ آره چرا اینقدر سر به سرش میذاری؟ تا وقتی اون نبود که ما آفتاب دزدی میکردیم. خیلی خوب، حالا کم میگیری رضایت بدی؟ هیچی بابا. حالا اگر اجازه بدید نقشه فردام رو بگم چیه. من یه مغازه ساعت سازی سراغ دارم که زیادم جنس داره. هر روز سر ساعت یک بعد از ظهر مغازه میبنده. من امروز صبح ساعتمو دادم که درست کنه و قرار فردا سر ساعت یک برم بگیرم. فردا ما باید سر ساعت یک جلوی مغازه باشیم تا وقتی که بیرون میاد مغازه رو ببنده. اون وقت گفتم ماشین روشن نگه دار. چرا خاموش کردی؟ حالا خاموش کردم میگه چی؟ تو بالاخره یه پس کتک حسابی من نوشتون میکنی. یکی؟ من میرم جای کار دارم، شبم شاید برم سینما، منتظر من نباشه. چه میزنی؟ تا پوزه تو به من نخندی. منم به احمد میگم کتکم زدی. خدایی نکرده مگه پرستیم؟ بله. چطور؟ پر از کجا فهمیدین من چی گفتم؟ من از حرکت لبهای شما میفهمم. خیلی معذرت میخوام آقا، نمیدونستم. اختیار داری، شما من از مرد نجات دادی. ممکن از شما خواهش کنم نهار رو منظور ما تشریف بیاری؟ نه دیگه، مزاحم نمیشم. خواهش میکنم. خیلی خوب، بفرمید. مرسی. خواهش میکنم. بفرمایید، خواهش میکنم. متشکرم. مری؟ مری جان؟ الان میام، چه خبرته؟ آمدی مهری جان؟ آقای احمد فاضلی، خوش وقتم. ایشون امروز من از مرگ نجات دادن. چطور؟ قدری بی احتیاطی کردن، نزدیک بود با اتومبیل تصادف کنن. اگر احمد خان نبودن من حتما از بین رفته بودم. راست میگی؟ حالا زمین ما بکنی سر میز جریان تعریف کنی. خواهرم دوباره معرفی میکنم، آقای احمد فاضلی.
خب دیگه حالا بریم غذا بخوریم. بفرمایید. از خدا رحم کرد. اگه اینقدر بی‌احتیاطی نمی‌کرد به این روز نمی‌افتاد. چه باید کرد؟ شانسم این بود. بفرمایید. مرسی، به قدر کافی تب شد. معذرت می‌خوام، ممکنه بفرمایید شغل شما چیه؟ در ادارات بزرگ وقتی زیاد پول جمع میشه من نمایندگی دارم، پولا رو تحویل بگیرم و به بانک برسونم. من نمیدونستم که بانک های همچین نماینده ایم دارن. البته این کارا افتکاریه. ما فعلا چهار نفریم و خیال داریم عده رو زیاد کنیم. صحیح. شما متأهل هستین؟ صحیح. چطور؟ جوانی مثل شما هنوز ازدواج نکرده؟ چه عرض کنم؟ من دخترها به شما فرصت ازدواج نمیدم. اینطوره؟ نه خیر خانم، اینطور نیست. شما چند سال دارید؟ 32 سال. عقبا شما؟ برای اینکه هنوز شما بچه هستید. ممکنه؟ شاید. میری جان، چرا حرفی میزنی که ناراحت بشم؟ جعفر، بیا میزه جمع کن. این شما هستین؟ بله، 9 سال داشتم. چقدر موقع لاغر بودیم؟ بس که شیطون بودم. خوب به هم میان. چی؟ گفتم خوب به هم میان. احمد جوان خوب به نظر میان. آره؟ بکنم سر رفت بکنم همون راهی بازی کنیم. شما رو گلشون کن بازی با هم صحبت کنن. خودمون دوتا بازی میکنیم. شما اهل تهران هستی؟ بله، من متولد تهران هستم. ولی 7 سالم بود که عازم اصفهان شدم. چند سال پیش پدر مادرم فوت کردن و من مجبور شدم بیام تهران. میخوام از خواهرتون و دکتر خواهش کنم که شما رو بیشتر ببینم. از شما تمنا نمیتونم این کارو نکنم. چرا؟ فکر میکنم شما جوون فهمیده باشید. هر کس که به شما بگم خود بفهمید. بنابراین ناچارم اصلا رو پیش خواهش بکنم. و شما این لبه پیش خودتون خواهید گفت با اینکه چند سال بیشتر نیست شما میشناسم چطورم اسرار زندگی رو به شما بگم. و چون خواهش شما رد میکنن مجبورم که دلیلش رو براتون تعریف کنم. و شما باید که قول بدید که این جریان رو برای کسی تعریف نکنید. مطمئن باشین. من به یک شخص دیگه علاقه دارم. تو این حس نمیتونم که سیاست دیگری رو بکنم. خیلی مدرد شما در اصلا چقدر با هم تشویق میکنید. بهار، ساعت درست نگذاره. خود شد که یادم انداختید. مدرد میخوام. چون دست پیان دارم بایستی که دیتر برم. خدا حافظ. خدا حافظ. خواهش میکنم. بفرم. نه دیگه، اگر اجازه بدید مرخص میشم. چه عجله ای احمد خان، کاری داری؟ کاری که ندارم، ولی مزاحم نمیشم. اختیار داری. اگه کاری نداری، بگو قریب بازی کنی. اگه مزاحم نیستم، حرفی ندارم. نه، خیلی هم خوشحال میشی. بفرم میخواهش میکنم. متشکرم، مرسی. مکتو بازی نمی کنی؟ گفتم مکتو بازی نمی کنی؟ نه، حوصله‌اش ندارم، شما بازی کنی. خب، چی بازی کنی؟ پوکر خوبه؟ متاسفانه هیچ بلد نیستم. راست میگی؟ پس من بازی کنی، بلدی؟ یک کمی. میتونم بپرسم یه ساعت شما با حال چیشی با هم صحبت میکردیم؟ حرف مهمی نبود. محرمانه است؟ خوب حق داریم برای اینکه هر دوتون جوونی. منو بگو که یک عمر باید با این کر نفهم زندگی کنم. نترسی، نمیفهمه. تا صورتم بهش نباشه اصلا متوجه نمیشه که من حرفی میزنم. بابا نمی کنی؟ تماشا کنین و بخندید. دکتر با تو هم اولاغ نفهم. با تو هم مزاهم زندگی. جواب نمیدی؟ میدونم، برای اینکه کری. آدمی کرم که نمیفهمی جواب بده. دیدی؟
انگار نه انگار که حرفی زدم. خانم برعکس تصور شما نه تنها هیچ خنده نداشت، بچه اصلا از این کار خوشم نیامد. چه معنی داره؟ او چه معنی فهمه؟ چون نمیفهمه شما باید سوء استفاده کنید، باید همچین آدم خوشقلبی باید اینطور رفتار کنید. من از اون ساعتی که او رو دیدم مهری از او به دلم آمده، ولی شما من زنیم شب روز باید با اون باشم، ولی شما چند سال پیشتر با اون میسی شدم دیگه اصلا اینو ندیم. احمد من همون جانیم زار آرزو دارم، اون حق ندارم مثلا سر برید با اینجا راه کر برون زندگی کردن مگه آسونی؟ نه آسون نیست، ولی مجبور که نبودید با او ازدواج کنید. اون بخون جوان بود، کر نبود، در اصلا یک تصادف گوشش کر شد. از اون وقتا به هیچ چیز دنیا غیر از کارش توجه نداره. ببخشید خانم، چه اختیاری که من خصوصیات زندگی شما رو بدونم؟ برای اینکه میخوام بیشتر از اون با هم دوست باشیم، تحصیل از دوست از دست بریم. آخه به شخصی مثل دکتر چطور آدم دلش میاد خیانت بکنه؟ من یا شما، کسی که وجدان داشته باشه نمیتونه این کار رو بکنه. درست نیست. چرا درست نباشه؟ حالا میدونیم که درست میشه. مثلا شما راست بلدی؟ اتفاقا بلد نیستم. حالا میدونیم که همان اتفاق اجازه میدونم که با شما درختان یادتون بدم. دکتر دکتر عرفا راست بلد نیستم. فکر میکنید بعد آدم راست بلد نباشه؟ چرا بده؟ پاشو یادشون بده. خیلی خوب الان یادتون میدم. دیدیم پاشو. ببین توجه فرمایید، خیلی خوشبختیم و افتخار داریم امشب مهین شعله که یکی از هنرمندان هستن به اینجا تشریف فرما شدن و از ایشون تقاضا میکنن که ما رو سرگرم کنن و همچنین برای ایشون چون میدونستیم تشریف میارن برای ایشون لباس تهیه کردیم. احمد بعد چه زود با هم جور شدیم. من که این روزو خیلی خوشحالم. در عوض من ناراحتم. چرا؟ برای اینکه به شخصی مثل دکتر دارم خیانت میکنم. برستون بابا بسی احمد چرا از وقت خودت حرف نمیزنی؟ مهدی فرد شب کجا میری؟ فرد شب؟ محضل ما چه خبر مهدی؟ من نمیدونه فرد روز تولد منه. نه خیلی که من لابو تالا هدیه هم برام خریدی. بس میگه من دونستی؟ من دکتر نگفتی؟ لابو فراموش کردی. باز حالا چی میخوایی هدیه برات بیارم؟ یه گردنبند الماس خوبه؟ یه گردنبند الماس؟ احمد جون میدونی چقدر پول میخواد؟ تو قصه پولشو نخور. اگه خوشت میاد برات بخرم. آخه احمد تو کاری نداشته باش. اگه مایلی برات بخرم. بس چی میله تو؟ Thank you.
میرفتی. آره خوب بود. بچه جون کفش منو میخواستی پاک کنی؟ پول میخواد بهش بده بره. آره پول میخوای؟ چقدر پول بهت بدم خوبه؟ چرا جواب نمیدی؟ اسم چیه؟ بیچاره به نظرم لاله تفلک. بیا این پنج تومن مال تو. وقتی که چیکار میکنی؟ پول میز رو بده. خوبیه؟ بله. میخوایی برخصیم؟ بده اینو. نرفتی باب؟ نمیدونم باب بینگه کارت دارم. این معنی نداری که با این پسر اینقدر گرم گرفتیم. فکر نمی‌کنی مردم حرف میزنه؟ پس میخواستی با من حرف میزنی جواب ندم؟ مهمون ما حرف داری اینو که نمیدن اومد تا بهش میشست کنی. این چه حرفی میزنی؟ خودت بهتر میزنی که من اصلا به اون علاقه ندارم. من برای خودت میگم. نمیخوام مردم تو سرت حرف بزنن. مطمئنی که دلت برای من سوخته؟ مخلی چیه؟ دلت برای من سوخته بده. خوابی؟ سر تو پایین انداختی؟ شاید به پسن که من فهمیدم تو چی هستی و چی کار میکنی. شاید میترسی من رو به چشم تو چشم من بیافتی. چه جواب نمیدی؟ من میدونستم تو دوست هستی، حتی آزم نبودم نگاه هم بهت بکنم. هم تو منو گول زدی، به من نگفتی چی کار هستی. از تو پرتر کسی رو در زندگی ندیدم. بیشرف دست کن. تو دیگه دم از شرافت نزد. با چه جرأتی تو کلمه شرافت رو به زبونت میاری؟ معنی شرافت میدونی چیه؟ به خدا نمیدونی.
اگه میدونستی زندگیت از این بهتر بود. میخوای بدونی پستر از من چیه؟ تو پستر از منی. مگه تو نبودی که به شوهرت خیانت کردی؟ مگه اون بهت بدی کرده بود؟ نه، من میدونم. اون وقت چرا گریه میکنی؟ چی شده؟ به من دست دادن فهمید. آمد چی بود؟ اتفاقی برات افتاده؟ از حتی من رنجیدی؟ پس چی شده؟ مادرم مرد. مگه نگفتی مادر نداری؟ تنها امید آرزوش من بودم. اون وقت حتی یک کاغذ براش ننوشتم. همه چیز حاضره. برو پایین الان میام. بسیار خوب. کدومتون سر صدا را بندازین یا خیال جنسی داشته باشین سر کارتون با اینه، فهمیدی؟ ببخشید تعطیل شده، فقط یک دقیقه کار داشتم. چون شما نمیشه تعطیل شده. بنظر تشکر. میتونید مشغول باشید. من از اینجا همه را مواظبم. به هر کی مسئول شدی بزن مغزشو داغون کن. مدیر اینجا کیه؟ من هستم. چی بود؟ هیچی. میخواست تلفن کنه کارشو ساختم. خوب کاری کردی، مواظب بقیه باش. یالا زود در گاز صندوق رو باز کن یا میگم حسن آقا بیاد خدمته. بیفت جلو دستی یالا. یکی آتوان بیرونه به ما مشکوک شده. ببین چی میگم، خیلی خونسرد سوار ماشین شو ببر بذار تو خیابون فردوسی تا ما بیاییم، فهمیدی؟ بله، چشم. Thank you.
شم وا شد با لبخند تو جان پرور نگاهم از به تو اون چشمان خود پرست تو گردیدم از زیر دست تو بازم چنین کنیم خودتو آره حالا بگو ببینم آقاد سخت شده نه بابا خودش گفت ببرمش گردش منم نخواستم دلش بشکنه قبول کردم آره جونتو نخواستی دلش اگه من رو توی دوست داشتی ازش خواهش کردم مهداری پیش خودت نگه داری قبول میکنم آخ احمد جان من گرد و بچه داری نیستم اصلا حسل این کارا رو ندارم چرا هرچی یه خورده زحمت داره حسله نداری؟ اما صحبت تفریح باشه با سر میدویی راستی میدی هیچ دلت برای مهداد نسوخت نه نسوخت تو رو اگه از مرد نجاتت نداده بود دلت نمیسوخت چرا تا دیگه همش ازم بهانه میگیری اصلا میدونی چیه فکر میکنم اصلا خسته شدیم فکر میکنم بهتر رابطمون رو قطع کنیم تو خسته شدی بهانه گیریام برای همین ممکنه اینطور باشه میدی میدی جان زهر مار باز این شر سرخر اومد دکتر، چه زور اومدی؟ بیکار بودم اومدم احمد، حالا چطوره؟ به تو چه اولاغ نفهم مرسی، حال شما چطوره؟ چون این جهان نیمی؟ برای اینکه تو کر بیشعور مزاهمی اتفاقا الان من رو همینو بهش گفتم، جونه تو؟ بس کن، مهری چیشی رو بس کنم؟ بذار پوشو بم کنه بره دکتر چرا نمیه بنشینی؟ خفشو بی شرم پر اینجا منزل منه تو گورت گم کن تا از دستت راحت بشم
خوش میگوید. آره میشنوم. خدا خواست اینطور بشه تا تو پس قسمت رو بشناسم. احمد تو چرا؟ تو که اینقدر نامرد نبودی، پس چرا به من خیانت کردی؟ احمد هر چی شده باز فکر میکنم تقدیر تو نباشه، برای اینکه میدونم موجودی پستر از این زن وجود نداره. چی شده؟ چه خبره؟ باهاتویی؟ تعجب میکنی که من میشنوم؟ بله، نه تنها میشنوم بلکه خیانتهای خواهر تمام پیش چشم من روشن شد. تو حالی چی میگی؟ فقط دست احمد رو بگیر و برو، دیگه نمیخوام روی هیچ کدومتون رو ببینم. خیلی خوب، اصلا خیلی وقت بود که میخواستم برم. ببیرو همون تو هم اگه خواستی با ما بیا بریم، وگرنه هر کاری دلت میخواد بکن. من که برو بدی نکردم، من که در زندگی به هیچ کس بدی نکرده بودم، همیشه میخواستم اون شاد و پررنگ باشه، پس چرا خیانت کرد؟ بعد منو تنها گذاشت. نبکر شما تنها نیستید، من همیشه تا موقع که شما بخواید پیش شما هستم. دوستام هم نخونی؟ چشم، دیگه چی؟ هیچ وقت خونه نیستی، وقتی هم که خونه یا روزایی میخونی یا به رادیو گوش میدی. وقتی کار دارم بیرون نرم؟ تو چه کاری که شبو نکشم بیرون؟ بیشتر وقت که میرم مهزادو ببینم. اگه ده دفعه بهت نگفتم برش تو بیار همینجا. چرا؟ ولی نمیخوام اون اینجا باشه. چرا؟ لابد دلیلی داره که نمیخوام. میخوام مهزاد. مهزاد، 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 این دیگه کی بود؟ خفه شو. چی گفتی؟ گفتم خفه شد. احمد یک دو مرتبه راجع به مرداد اینطوری صحبت کردی، من میدونم. تو آه کیه؟ بچه هم منتظرم. اون دو نفر رو که گفتم میشناسی میان؟ بله گفتم سر ساعت جلوی همین کوچه حاضر باشم. بهشون اطمینان داری؟ کاملا. خیلی خوب، من میرم نیم ساعت وقت مونده برمیگردم. چیزایی که گفته بودم براش خریدین؟ بله، هنوز 100 تومن از پول پیش من هست. مانعی نداره، حالا دستتون باشه تا بعد. خیلی خوب. مهدا جون، بیا بابا. بیا پیش من ببینم. بیا ببینم. حالت خوبه؟ جات خوبه؟ آره، راحتی؟ دلت برای من تنگ نشده بود؟ منم خیلی دلم برات تنگ شده بود. آره. اگه بدونی چه چیز خوبی برات خریدم. آره، یه چیز خیلی خوب. حالا اون اسباب بازی رو بیارین. چش. آره، یه چیز خیلی قشنگه، اینقدر خوشت میاد. آره جونم، حالا میبینی. ببین باها، شما اینجا چی کار میکنین ها؟ این عوض عرفاز پرسیته؟ نه، راستی از کجا اینجا رو پیدا کردی؟ از کجا؟ خب، پیدا کردم دیگه. راستی نهتا سالش خوبه؟ آره، خوبه. این روزا حرف زدن یادش میدم. ببین، مهداد، بگو احمد. احمد تفلک، هنوز خیلی برات سخته. آمدم راجع به مهداد با تو صحبت بکنم. بدونی از وقتی که مهری رفته دکتر خیلی ناراحته. من فرستاده منزل خالم، ولی دلم میخواد پیش دکتر بمونم و بهش کمک بکنم. خجالت نکش، بگو دوستش دارم. ولی دکتر میگه موندن من ممکنه که باعث بشه مردم پشترمون حرف بزنن. خب این چه ربطی داره به مهداد؟ الان میگم، این طوری که معلومه تو وقت زیاد نداری از این نگهداری بکنی. خب اینه چیه؟ اگر اجازه بدی ببرمش منزل دکتر، مثل برادر ازش نگهداری بکنم، اون وقت دیگه میتونم پیش دکتر بمونم. درسته که اونجا بیاد از هر لحاظ بهتره، ولی خودت تصدیق کن که من دیگه نمیتونم اونجا ببینمش. ولی مطمئن هستی که اونجا راحته؟ آره، اونو من میدونم.
و من حرفی ندارم چون میدونم زیاد نمیتونم بهش برسم، اما باید ببینم خودش چی میگه. اگه ممکنه چند دقیقه داد گوش کن عزیزم، میخوام یه چیزی برات بگم. میخوام بفرستمت منزل این خانم که الان اینجا، خیلی به تو علاقه داره، میخواد برات معلم بگیره، اسباب‌بازی، همه چی. خیلی راحت میشی، میدونی من هیچ وقت برو جایی بقی نمیفرستم، اینطور نیست؟ میدونی نبرم بسر چی هستی؟ چند نفرم؟ بسیار خوب. الو بگو آقای میرایی با دو نفر تاسوبان فوراً بیان به اتاق من، یکی به نمره شخصی هم دمه در حاضر باشه فوراً. Thank you.
دیگه خسته شدم. تا چه این بانتا باید به صورت من باشه آخه؟ دکتر، میگم که امروز اینا رو باز بکنه. من اصلا نمیدونم چرا چشمم اینقدر درد میکنه. چشمم که طوری نشده بود. اگر دکتر اینجاست، به تو هیچ مربوط نیست چرا اومدن اینجا. کجا؟ بذار بده. گفتم به تو مربوط نیست. دکتر، بابا چرا اینجا اومدی؟ آخه خیلی ناراحت بودم. هر کجا تلفن کردم خبری از شما نبود. فکر کردم ممکنه اینجا باشی. نه نه، تو برو برو خودم شب نمیخوام. بار همینجا میمونه. وقتی این باندها رو باز کردیم، هممون میریم. ما هم نمیخواییم توی این خونه بمونیم. مهدا، من نمیشنسی؟ من احمدم. دکتر، به نظرم حالا بازش کنم بهتره. اگه از من میپرسید، حالا زوده. میدونی خیلی ناراحتم. میخوام هر چه زودتر اونها رو باز کنم. و طوری نباشه که معلوم بشه. چرا اینطور نگاه میکنی؟ من انتقام گرفتی، صورت منو خراب کردی. خیلی خوب، منم اینطور انتقام میگیرم. برادرمو کشتم. چه کار کردم؟ با من حرف بزن. تو رو به خدا صحبت کن. من برادرت احمدم. حرف بزن. خدایا، من خوابم؟ خواب ببینم؟ احمد بلند شو، بعد ببینم. کار کنم باید بشه شد، چه میشه کرد؟ چه میشه کرد؟ چه دهی؟ چرا این طور نگاه میکنی؟ چرا؟ برای اینکه باعث بدبختی من تو هستی. برای اینکه تو باعث شدی که من برادرم رو بکشم. با من تقصیر ندارم. از اینکه امروز روز انتقامه. انتقام ما دو برادر باید از تو گرفته بشه. رب کن آمد، چه رب کن آمد، رب کن.
بیچاره ای. هر کسی رو بیاد میزنم، میزنم. آرمان تصمیم شد خود تو به کشتن نده، منو نکشتی. تصمیم شد جرأت دارید یه جلو گفتم جلو نیا، جلو نیا، جلو نکنید. به خدا میزنم